سلام و شام شب همه بخیر. من عبدالحیابر هستم و بسیار خوشحال هستم که یک بار دیگه با پیشکش برنامه هفته فام در خدمت شما بیننده‌های عزیز و صاحب دلان و کسانی که علاقه به فرهنگ و زبان و راه و رسم افغانی خود دارند که بدون شک همه ما داریم. و برنامه هفته فام ما تلاش است برای ریشه‌یابی او کلمات و او حرفای قشنگی که در زبان ما وجود داره و او راه و رسم و دود و دستور و فرهنگی که ما او را خیلی دوست داریم و میخواییم همیشه او را پالایش بدیم. با یک برنامه دیگه هفته فام با کلمات جالب در خدمت شما هستیم و خوش آمدید میگم کارشناس های عزیز خدا مانده نباشید. چرا لبروی تان کشوال هست هم بگم چیگر باید؟ پنچیز غرق شده کشتیش کماواز یک جمله تایرباب هست خیر آمانی تو قسم شده یک قسمش تیوپلیس هست تیوپلیس میگه چی میگه؟ چینایش هست چینایش هست ما شما که موترکای غرازه داریم. خب از موتر و از تایر پنچر شده و ناپنچر شده آمدیم سر اولین کلمه که برای شما انتخاب کردیم. دیده باشین رنگ مال مثلا نه؟ رنگ است میماله او آدم میگه رنگ مال رنگ مال و مثل از این چیزای دیگه هم هست کیسه مال کیسه مال کسی که کیسه رو چرا سنی از اوز هایی کردی؟ بخاطر که دیشته ایش هست طرف ما این رقم سعی کرد آور سر بخاطر که یک دفعه ما گفته بودم که پانتونی کیسه مالا همون دیادش آمده یک دفعه همی این دو نفر من شاید هستم امام رفته بودن باز فکر کنم وطن دوست های خالو جان در وقتی کیسه کردن اوگار کرده بود چوپی کرده بود یادی کیسه مالا هم بخیر دیان خلق کرده دیگه سقاوه شده دور از آزم یک کمپاین شد مثل ازی کلمه که برای تان انتخاب کردیم آشمال است. آشمال آشتر خانوما با آش و آشمالی آشمال همو چوبی را که میگه که خمیره که لول میتنه او آشگز است آشگز است آشمال فکر کنم همی خود کسی که آش میبره مال آشمال کدام تو همی صاحب شرکت آش هنگویم شخصی هست که آش میبره آه بسیار کس هست که کس آش میتانه بگوره در خانه آش آشمال هست خواهش برش نیست آشمال هست آشمال هست مال دمی گوزمند که آش بیته گرد مال باشه کمی دختران رو فکر میکنم امی آش کشه چی میدی در پتنوس که لول میتیو خونه ایسه نه 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 امی آش که برای گوزمند بیته برای مال بیته اونم رو از ما خود آشمال آشمال امی چی رو نگویه کسی که با خود آش بوده نمیتونه به همسایه سیمیان میبره به همسایه سیمیان میبره آشمال 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 چی رو نگه ماشینه که آش میگشنده نه او رو ماشین آش میگه ماشین آش میگه داره خشمال ما شما دیدیم نه بلد هستیم خشمالی آشمال من میگم امی آشمال امی کسایی رو میگه که زیاد امی تو زبانش لشم است یک نفر میره پیش رویش گپای کلان کلان میزنه یه نمی رو آشمال چاپلوس چاپلوس ما شما لشم میگینش دستی لای خدا اما آدم را میگه فکر میکنم شخصای را میگه که دیگان دوار دولتی یا یکان مستات یا گپای مقامای بلند کار میکنه باز پایین تر از خودش چقدر افغانایی که از اونا را کاری را پایمال میکنه نگم کاری تو چیزه نگم کاری نه انشاءالله خارجی سکمه برای من تلیفون نمیکنه پایمال پایمال اینه یک چیزی دیگه هم پیدا شد پایمال یعنی خودی کسی را زیر پا کردن زیر پا کردن پایمال پایمال خواهم زرگویا رو میگه دیگه نفر غریب زیر پای خود میگه اینان فامیل زیر پای رفتی نه 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 نفر زرگوی مثل که دیروز یک جای برابر شدم که این برادرهای چمچدار ما طرفی یکی را قایم گرده بود سید موتره چرا چی کرده بود سی سر پا جریبش کرده نام چمچر از سبوک نگیر پلاوکش از خود پلاوکش خب برای خود پلاو میکشم پلاوکش به این خاطر بوده ما ماندیم نامش پلاوکش اونه که اگانجایی که میری پلاو میکشن پلاو میکشن یعنی برای خود در جیب خود میزنه پلاوکش از بوده چمچه نگو فقط از زبان آشمال آشمال بیچرار در چمتا این ظرف جمع میزنه بوده آشمال حال کدام چیز کشیدی آشمال 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 هم از نه گوشمال گوشمال مساجگر نگویم مساجگر میگه یک گوشمالی داده میشه او دستمال هم از خود اگر چی؟ دستمال مالا خب منظور از مالیدن دستمال مالیدن فعلش میشه مصدرش میشنه حالا خیلی اگر منظور از مالیدن باشه بیه آش پیدا کنیم خیلی غیر دیگه چی دا میگه مالش پیدا کنیم آشمال خب گوشتی میگه مال خانه گوشپند مال میگه
آشمال معنایی است که مال گوسفندم میگه. یک معنای دیگه در دان میگه. نه یک معنای دیگه هم داره، در دان مکتب دخترها مال سیاسه را میگن. چی مال است؟ والا اینا این از این مال هم شد که خالد هم در دوران خود خالد چی مال است؟ خالد نه نه از این مال هم شد که یک دقیقه از این مال هم شد که خالد هم در دوران خود پیش مکتب ها میرفته حتما میرفتم اونتا پیش مکتب دختران مکتب بچه ها چرا من خودم میرفتم حتما آشما کسی که امی آشا از امی خوردنش بد ببره بعضی آشا خوش نداره وقتی کوره که بد بود بازورا میگیره سری بام بوز که تو گلمالا بازوره که میماره اونا آدم ها را آشمار میگه گلمال داره گلمالا چرا باران کشم تک نکرده گلمالا هم مالشم آلدی چرا که آشمار آینه گلمال هم پیداش گلمال یعنی او کسی که تو گفتی آشخونه میمالا گل میمالا و چیزکش هم گلمالا میمالا آشمالا حال ما آشمال هستیم یعنی فکر بکنین یک شخص است از همه چیش معلوم میشنه که این یک ترکیب است که به یک شخص اطلاق میشه سعی کنید این آشمال می چی رو نگوید قیر قیر در این سرک سرک خام یک کم قیر میپرده میمالک در چیز مردم خاک بخوره سیامه بخشن امروز در این روزایی که کارا میشه این قیر نیست بیاد در مبلای نه میبه مبلای دل سوخته یکان قرار دادی آواره نه این سرکار جور کرده حالی که برین باز در بینش گلدان ایجاد شده کورا میشه که آدم بگوه که مثلا آش مالیده به جای اینکه قیر کنه آش مالیده میخ باز یک کار دیگه هم کرده که یک تعداد مردم در کارم شده اما قیر که میاره همین سرکار مثلا نمیتونه که از تادا بره جور کنه باز موچی ها رو گرفتن یک 300-400 نفر ماش میته که می سرکار پیوند کنه پیجا دوره دوزی کنه دوره دوزی کنه با او خاطر کارم خوب شد نه والا جای بسیار حیف و درد است شما می سرکای مکرویان دیده باشید بله همی طرف مطبعه شو هم مکرویان چار واقعا کلان کلان ده او حفره های است یک دفعه خو در بینش گل بارش کنه خوب آبازی میشه ده اوجه حیف از این مترا به خدا جو جو میشه دقیقه پیسه که در نیخ چار جای خنده و تاسف بله 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 در منطقه ما یک چیز است استلاس آبر سیب امی زمین تو چقر میکنه به نام پایگورگ میگه آفرین آلم در اینجا پای گورک کنده که پای تو چوبکا میمونن چوبکا میمونن که ما باز یک کسی بیا یا پای میدوی دمونجا میفتید دباین شاو دباین میت اور پای گورک میگه عالم دی سرکای بوش رو پای گورک کنده پای گورک جور کردن کارکس به وجه مفته با ترافیک بده واسه سر بله سیزه گرمی نه آشمال خاله جان همین آشمال چیزه نگوی همین زمینه که قلبه میکنه کته گاو که قلبه میکنه نه همه رو آشمال نگوی هم خطایش یک دیدی خیالاش کردی خواه شما روشنی بده روشنی دیگه چی رقم بندازم آشمال انس هست جنس هست چی نه او شخص هست واضح است مرد و زن بر بیش میتونه آشمال باشه چاپلوس هم نمیگه آشمال چاپلوس هم میگه بله بله وا 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 زنا که گفت دیادش آمد زنا که گفت آمین چاپلوسی میکنه بله آشمال دور از آزرا به کسی گفته میشه که او در برابر یک شخص دیگی مثلا چاپلوسی کنه نیاز نباشه در پشتو را میگه غرمالی چاپلوسی را میگه غرمالی مسکمالی هم میگن تصادفا کی سمالی هم میگن بودپاک بودپاک بودپاکی هم برش میگن موزپاک هم میگن موزپاک هم برش میگن و خدا نگاه کن آبر سایم اگر یه بیشتر کسایی می باشه که سر خود متکی نیستن مثلا سر علم و دانش و تجربه خود میخواین جای کار بکنن یا موقف بگیرن بعضا شاید آدم ها خیلی کلام باشه مثلا موین برای وزیر چاپلوسی کنه آشمالی کنه موین برای رئیس جمهور آشمالی کنه اگر این گفت باشه برابر ملت آشمالی کنه که امیدوار استیم چنین نباشه وقتش هست که یک وقفه کوتاه بگیریم و برمیگردیم به بخش های بعدی هفته و خوش آمدین به برنامه هفته خام کلمه دیگه را که برای تان انتخاب کردیم کلمه جالب است در زبان فارسی است زیاد سر و کار داشتیم در جریان برنامه برای تان میگم با این کلمه یا با این وسیله شاید همه ما او را تجربه کرده باشیم امروزه هم معمول است خیلی این کلمه است آلا کلنگ
حالا کلنگ زاغنول میگه کلنگ که زمینه که میکنه یک طرفش که نامش واضح است که یه اصلا نمو لسان زنانه حالا کلنگ حالا دریش باره کلنگ زنانه حالا دریش حالا کلنگ حالا میتنه حالا میگنه چرا راستی حالا میگنه میار کلمه؟ حالا؟ حالا دریش، حالا گمشکو الا بان ما او مسئله کرشمه کردن است کرشمه که پولیس من تال نگفته دکترها در گفت الا بگنه آبر صاحب هم کرشمه کردن است هم بازی دادن مرد است یاد آرزوی همدرد بخیر از همکارای بخش سینمایی بود در وقت که در دریوری میشیش باز در چارایی ها که میرسید میگفت الا تیت الا تیت باز مرخنه و دختری الا تیت شما الا نمیگین در گفتان شما بعض اوقات چمکان نداره چرا نه؟ نه الله نام خدا است خود راسته همی استیلای یک زنا زیاد استفاده میکنه الله ای تو الله شما نمیگید میگیم نه خودت شخصا میگی بعض اوقات ها چرا یک اون دفعه که جنگ میکنه با هم الله اگر خداوند واقعا اگر خداوند واقعا الله گفتن از اینا رو قبول کنی خود کلان ذکر از برزینا چرا قبول نمیکنه خداوند یه سایی که نیت بازی دید نیت نیکه واز یک جه میگنه الله بال شما سر زنا چون بسته کنه شما پس کلام شما زیاد است یکی کلام شما زیاد است از کی؟ چی هم میگن؟ نه مردم شاید بگوی الله یعنی زیادتر زنا میگن الله جونومر چی میگن؟ یک دار فرموز شنیدم صبح کی چی مثلا دان کانتین زورش با یک جوز نمیشد الا چه قیمت میده الا در بازار این ارزان میده که آخر ما پیدا جوز دوستم نزدیک خودت از دیگه بین ما نیست خربوزه میگه از خربوزه رنگ میگیره الا کلنگ الا کلنگ رو مو زاغنول میگه که شکلی نیم پاتندوست داره یعنی زاغنول چی هست؟ زاغنول یک رقم میشه کلنگ رو هست شانسره که دیده شانسره که بانک گپ میزنه وطن دوست وطن دوست شانسره که دیده اینه؟ شانو سرک دیده ای اونم شانو سرک هم شکل آلو کلنگ داره اون یک طرفش که تیز است یک طرفش پام است که زمینه که سعی کن یه امو خانه تا بیا پیش برج باب دار دو تا دو کان کجا برج باب یالا یک نام دیگه گرفت نامش اون در سرک خاله جان گوش کن ای تا حالا می آلو کلنگ نفهمیده بر ما یک چیز دیگه رو وقت می یک ما اون چی دو بگیم آلو کلنگ سعی ما برتون بگیم دمی دوایر دوریتی کدام وقت برین کارتون بند باشه پیاده دفتر تو کلنگ یک زرد کنه بود یعنی کلانکاره میگه از کلنگ کلانکار نه کلانکار نه شخص باش بر تون بگویم شخص نیست یگان تو خود کلنگ کلنگ میسه زمور خونه میگه کلنگ چه قسم میسه اینه خود از یاد کلنگی کلنگی نه نه زیاد خود اما گب خال جان میسه زیاد خود کاسه نکن یک دفعه یه مو کلنگا کرمه یک کمی کلنگا میکنه که بجونش پایین میشی و موتر اعلام میکنه آه نه مو آفای امو ستا کلنگ بعض مرغای کلنگی نمیتا قنات پیش میکنه و پسان میگریزنه امور علا کلنگ میگه نه نه فکر نکنم علا کلنگ فکر کنم نسگنه نوال آبر صاحب گفت که یک شخص نیست یک شای است نام است نام شخص نیست شخص نیست مقصد شما تو فکر نکنین که کدام این صفت است اسم است این کار شماست که پیدا کنین اسم است بله اسم است نام است هم یکان تو خود کلنگ میگیره بوده فکر کنم خود کلنگ شاید بگویه امکان دارم ما شما کلنگ بگیمش من میگم الله شده یکی خود کلنگ یکی کلنگ و پرنده های کلان هم است نه سفید که معمولا بحریس و کنار آب است ماهی میگیرن یه حرف ها کلنگ میگن اون پاهای دراز دراز داره لگ لگ نه لگ لگ هم میگن بله او رو کلنگ هم میگن کلنگ ها نه یکی کلنگ و وسیله است که اون زمین هم میکنه کلند است کلند میگن درسته اصلش کلند است ولی خب کلنگ ها ما شما که او رو کلند میگن او که بخاطر کندن زمین بازو رو کلنگ میگن کلنگ میگن در سابق آبر صاحب اگر شما متوجه بوده باشین تفنگ های سابقه دیده باشین سرش کلنگک باشین یک کل هم داره او تفنگ ها بله میگه کلنگش نه او که انتو میشد میخورد کلنگش بود کلنگ کلنگ سوار کو کلنگ بالا کو کلنگ نه خب اون کلنگا که الان کلنگ چیز کلنگا که یک چیز دیگه است پتاکا و مثلا نه آدم که کاسه کاسه کنه خدا رو میگه حالا جان کاسه کنه خیلی کلنگا گینه میه
اگه ما شما دور نریم به نظر من می کلنگه که می خود کلنگ میگه فهمیدی الا کلنگ الا اون دستیش میگه کلنگ اون خود کلنگ نه 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 الا کلنگ ای الا است الا نه الا کلنگ بعد از این باز کلمه را زیرش ما میگم زیرنویس هم بکنن که امو شکل درست نوشته شد ان شاء الله الا کلنگ کلمات معمولا چی است مربوط زبان است زبان شما شاید حال فکر کنین این مد داره الا کلنگ آبر صاحب من مقامت من هستم که نمی به شخص رب میگیره در صورت کنمی اگه اکثر عمل کنم اونم اکثر عملش در یادم نیست کنچی اینمی در اکثر عمل اینمی نامه برشمه نه نه در کشتیکر نه خیلی نه این اسم است آلا کلنگ من بیشتر براتون یک نقل بسیار کلان دادم همه ما و شما از اینمی وسیله استفاده کردیم من مطمئن هستم تو خودتان بله من تا در کودکی در کلانی هم یکان بار اتفاق کودکی همین جنگ نگویند چرا خود بریم جنگ پرت کلنگی پرت پوست پرت پوست پیشک جنگی را پیشک جنگی را منظور از پیشک جنگی چی هست؟ این پرت کدن میگه آفری کلنگی میگه خوب پرت کندی میگه آفرین کلنگی خوب نول زدی تو باید بگویا پرت کندی کلنگی پرت نمیکنه غرسای نمیگه یک پای میگیری یک پای غرسای میکنی آفرین چک چک کنیم برین این سیاه صحیح میگیم نزدیکش کردی چرا نزدیک شد که جزبازی رو نمیگن این غرسای که میگیم یا خسای که میگیم غرسای غرسای هم میگن خسای هم میگن کی گسله میشه مگه کی گسله میشه پنجه میگیری گسله رو نگه گسله رو میگیریم میگه بله دقیقه که گو میشه و گسله میشه باز این یک بازیست و در کودکی انجام میشه در کلانی هم میشه درسته بچه ها و دختر هم انجام میتن شما نزدیک شدین امو چیزا نگوید خانه خانه شیطان نگه توبه که چار مایه که میکنه توبه که میپرته توبه که مندازه نه شیدکان میگه من پیدایش کنم شکنم همه چی رو میگم و جزبازی رو میگم یک لنگه ما پیشتر گفتم رو نمیگم نه جزبازی نزدیکش کردم ایلی نه دختران میتونن استفاده دختر و بچه میتونن خیلی تشلبازی نیست تشلبازی چلک چوکان چلک چوکان حالا کلنگ یک وسیله از گفت چلک چوکان نگویا وسیله سکو سکو وسیله که تخته رو سر سنگ مومی موندیم در خورتر یکی یک طرف یکی بیش یک طرف دیگه بیش بسیار عالی نوید بسیار عالی شما که مطمئنم گفتین که ما هم کردیم ما همی کارو نکردیم اندلچو؟ شما مطمئنم نه هیچ شما استثناء شده نمیتانیم نه ما هیچ همی کارو نکردیم خب تو یک استثناء استی نه از این باید بگو بکم و کارا نه یا بگو بخدا جدی میگم حالا کلن خب شاید اتفاق نفتیده باشه الا ولی ار چهارتانی کار کردی؟ مگر انسان ها کردن بله بله مور امیال هم که شما برین در پارک های بازی برای اطفال و حتی کلان ها میشینن و ما و شما او را به اصطلاح خود ما اندرچو میگیم در باغوش هم هست از امون بله در کجا هست؟ در باغوش در باغوش هم امیال هست بله شادی ها علا کلنگ میکنن در باغوش هم هست در اینجای هم هست خب بیاین یک وقت فکر کتا میگیریم بینند های عزیز برمیگردیم با بقیه مواد برنامه هفته پار و خوش آمدید میگم بازم شما را به برنامه هفت افام و عزیزایم کارشناس های عزیز و این بار یک رسم است بسیار جالب است خانمان برانداز هم است خانمان ساز هم است خانمان سوز چطور؟ خانمان سوز هم است خانه ویران هم است خانه آباد هم است خب بگوین یعنی رابطه داره با خانه آبادی زن گرفتن است من زن گرفتن است کلمه است ولور ولور مربوط زبان پشتو میشه ولی خب در دری و فارسی خیلی مروج است ولور نمی اشاره ترافیکی رو میگه ولور نمی تو آتش میتونه سوخ میشه اشاره نه نه باشین سایکو این اشاره ترافیکی خانمان ساز است نه زمانی که اشاره میدن خانه سوخته است دیگه آفرین یعنی رابطیش میتا با او آتش چیز موتور آتش ولور خودش هم میگه چون یک تحلیل کردن سایکو گفتن خانمان ساز به این مونو وقتی که انسان به امید عروسی میکنه که خانه ما آباد شود و مصارف گزافه را که تو میکنی و نموده یا دردش تا آخر عمر از جان آدم نمیره نه هم اشاره ترافیکی هم خانم منصوص است نگفتی چرا تو در اشاره استاد میگی من میگم تیر میشه که میزنه تکر کنی خودش علی جان من میگم این خانم منصوص هم خوشور میگه که در خانه داماد نه باز دختر فامیل دکو بالا میکنه دیگه جنگ درگیر پشت خوشوی بیچاره نگرد خب کار میشه سرت
هست خوشو ماشاءالله. بیاد امیال پشیمان داره خیراق کرد. امیال بیاد پشیمان است که دختر. منظور ما ای است که بیاین ببینیم که این ولور مادرش چی از زبان فارسی داری؟ تویانه. زبان تویانه. فارسی داری تویانه. تویانه. خب هدف همی است که این یک رسم چگونه است به نظر شما چرا پیدا شده؟ این آسان بسیار آسان وقت امی پدر عروس تمام عمرش بیچاره نمیتون توانایی نداره که مثلا پس پیسه گزاف موتر بخره و گپا وقت دختر خود یک ولور میگیره باز یک موتر میخره و در قریه و منطقه خوب کتا کتا میگرده چهار چهار دلار مردم به فهمه که اینم این به خاطر است که امی دخترش در خانه داماد خیل یک دقیقه این به خاطر است که امی دخترش در خانه داماد خیل باید قدر عزت داشته باشه وقتی که اگر نکنه یادش بیاد در مقابل شما فکر هستم که من این فکر هستم که انسانی که خود افغان میگیره و یک غیرت داره چطوری میتونه که پیسه رو بگیره و باز کتا کتا خرج کنه چه بشه شاید میگشم که تام گرفتی نه به خدا من یک شانزی نگرفتم از کجا بگیره و از کی بگیرم دختر بگم بزنیم که نرخ نواها چطور است مثلا در سمنگان چقدر میگیره نرخ نواد از سمنگان والا خیلی قیمت داره بسیار بالا است از خودش بسان میگم 8 لک 12 لک میگم من میگم مسئله چیزم که شده تو قیمت از چین بری مردان اردن مسئله خانمان سازم که هست این مسئله تجارت آزاد درست مثل کمی جنس هایی که از پاکستان میایه و از دیگه کشورها میایه مثلا نمی تجارا بسیار به قیمت بالا به بازار عرضه میکنه از اونجا در حالاتی که بسیار یک جنس بی کیفیت میارن اینجا دقات مفروشه حالا من مسئله خانمان سوزم در هر جای رسم و رواج های خود داره بازی که مثلا یک کمی آدم خوب است آینده اولاد خود فکر میکنه میگه پشت یه میگه پا نمیگرده میگه مقصد یک زندگی خوب داشته باشه کسایی است که تا خون داماد از پشت کلش چش نکنه علاج نمیکنه بازار آزاد است یک پدگاه بس که بعض پدرها به این عقیده هستن فکر کنم که میگن از ما تا این وقت بود که نکاح شد ناموس تو میشه تو میفهمی و کارت من اگر کار ندارم به یقین هستن یعنی که دختر ما بردی دیگه او مربوط تو میشه اما این فکر نمیکنن که بعدا نمو اولاد شست نه 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 و داماد از باشت هر الان بره همی پدر داماد که خرچ گذاف خیر زیاد نکنه باز بچه شم میگه والا تو مرا در دادی میگه والا اولا تو مرا در دادی میگه یعنی خرچ مصرفی که سری و عروس که زیاد میکنه و در و در میشه و از این مخاطر نه 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 چی خوب یک والا که مرا در دادی همین خسر خوشو صفت پدر مادر داره چی یک کلان توفیه بزرگ است البته بعد از عروسی است پیش از عروسی بعد از عروسی نگه پس ولی اینه که در نظر مردم بد میساده اینه می دست رواجه غلط که غلط دارن آفرین چیست ایره شاید به او خاطرم بگیرن که امی بر عروس باز از طرف مادرش جیز گرفته میشه سکا شما این امیال بیخی های رقم دفاع میکنین بعد تا جایی که من میخوام ولی این مسئله امی والوالا سر پایی که آبوجوش میرن نفر که میسوزه سر پایش که آبوجوش که میگلتن این دو والوالا کلا میرنی والوالا والا در زیاد داره که برای به سمنگانی هرچی مانا کنی باز میره دوله میرزی حرف اگر تویانه رو پدرهای دخترام کس اما مصرف هایی که تا به دنیا میهنی از چی نگاه مثلا در شفاخانه که میره وقتی که به دنیا می خرج از رو حساب میکنه خالگه که شیر خالگه که شیر رو حساب میکنه شیر پودری رو حساب میکنه شیر جوشکای خالی رو حساب میکنه پامپرس نبود آله پامپرس استفاده میکنه پامپرس پامپرس بالا رفته پامپرس یک دقیقه که من تشریح بتم پامپرس قیمت بالا رفته پامپر نقض داده پامپرس حساب میکنه پیسه آرایش چیزش حساب میکنه قلم و کتاب چیزش حساب میکنه چی میگه زمان گونی چی گفتی همه طفل تا شش ماه حساب کو پامپرز بسته کنه و 3 لایر پونو پامپرزش بشه ما تو برداشت کرد دختر پیدا کردن به این معنی که مثل فرم مرغداری و بعض مسائل دیگه همه تو فرم داری و همه خیلی مصرف سرزو میکن باید امور پس دوباره از او بکشن خانه خمین شده سب خانه میری نمی جان از امور روزی که به دنیا میایه پدرش اون امور حساب میگیره نقطه نقطهش یاداشت از پیشش باز روزی که خواستگار میری میبینی که این لیست برات میکشه فکر من ایمان دارم که نمیت یک لیست اینمیت یک لیست دو دنیا بخیر کرفت سرش مبراید خاطر بازیاره که باز کارشناس ها رو جمع میکنه مثلا کاکا یازنه بیادر و بیادر خالش و کل اگر جمع میکنه یک کنفرانس مدباتی میگیره لطفا سیف و میتونه باش بود سیگنن ایچین والوالا را پیدا کن شده ایره قصه نکنین من شما یک سوال دارم مثلا یک کسی یک خدا یک دختر میتیشه و مایوب است فلج است
آیا اولادش نیست که در آینده ما رسی نمیکنه مثلا نه سرادو تو اگر خدای نخواست اگر اولاد بتی تا خدا که تو بیخی متعقن باشی که داینده یارسی کده نمیتونم اما تا وقتی که نفس میکشه سرش مصرف میکنی فکر کنم نه با سری و سری مصرف نمیکنه پامپاس باسته خواه نمیکنه یکم شما بلکل اشتباس بخاطر کنمو اگر به دنیا بخاطر که بازاریابی نداره رقمی که هست او رو خداوند خودش هست کرده او رو باید هیچ پس سر زو مصرف نمیکنی کو مصرف نمیکنه که انواع تویانه ها و الوراس پول نقد میگیرن در بعضی جای مثلا میگه 40 دانه گوسفند بیار مرکب میگیره بعضی جا دختر 30000 دلار میگه مرکب 10000 دلار حساب کرده میاد آفرین بخیر وطن دوست مرکب گرفته چی مثلا مرکب دور از مشکل میده مرکب 10000 دلار میخواستین بگید دور از آزرا دور از جان نه همین الان میخواستین دور از آزرا بگید بله دور از آزرا مثلا در بدل چند دانه گوسفند در سگ علیش کردن به خدا چی سر ما شما چه وحشتناک است دختر در سگ یک سگ علیش کرده که یگان ده ها سگای دیگه سگ مطمئن جنگی بودن سگ جنگی بوده دختر در سگ علیش کرده میگه پا باید سیزی مشته کنین یک نکتر اشاره میکنم برتان ما شما الحمدلله مسلمان هستیم کلمو ای دستایی است که از خارج از بیرونا کار میکنه از مزایای بده کار میکنه که مذهب ما شما ارتباط میگیره مستقیم با مذهب ما شما سنت پیغمبر و ای گپاره چقدر مراد میکنیم این گپا باعث میشه که فحشا در کشور زیاد میشه راست میگه دخترها سنایشان بسیار بلند میشه در خانه ها میمانن و ازدواج نمیتونن بکنن پسر بچه ها همچنان میمانن و ده ها سال مسافری میکنن در کشورهای خارج میرن کار میکنن اگر سر مثلا سر این تویانه اول بار مزراتش خیلی زیاد است یعنی درست هم حال خیلی بخی مفتن فکر بکنید حال بخی مفتن از دسته که از امیتون نه باشه ایام یک سوال است های کاملا نه اطورم نمیشه نه اساس هم خوبی های نتون دختر خدا بخی مفتن بایسی شیر خوش پامپر چه بگیر پایسان نگیره امورا مستقیم خر بگیره یک پایسی پامپر از اینو نمیداری نه مرکب بگیره گفته سعی کنید اساسا همه ما میدانیم که مسئله سبقی دینی و اسلامی داره الحمدلله همه ما مسلمان هستیم او مسئله مهر است مهر است که معادل 300 دینار مثلا میشه و نمو مهر چیزی است که بیخی لازمی است بله مهر گویا وجیبه شوهر است که او بعد خانم خود که باید بتا. و تا او حیات است حتما باید یک بار برش بتا تا او نکاحش تضمین شود تا آیندهش فواید بسیار زیاده داره بدبختانه خیلی بدبختانه جای دریغ درد است که این یک رسم زیاد ناپسندیده شده فعلا حال کم شده مگه یک مسئله تجارتی و خیلی دشوار و گران ساخته که از این خاطر بیشتر با این خاطر صاحب خانمان سوز است امیدوار هستیم چنین راه و رسمای از کشور ما آرام آرام برچیده شوه یا حداقل در محد نصاب دینی و شرعی و اسلامیش در بیاید یک وقفه کوتاه بازرگانی داریم برمیگردیم به بخش‌های بعدی هفته خان بله و خوش آمدیم به برنامه هفته فام ما کارشناس های عزیز این بار قار نشین کلمه جالبه براتون انتخاب کردیم باز هم برمیگرده و شما کارشناس های عزیز که معنای دقیق این کلمه را پیدا کنین که ببینیم چی میگه مثلا فهمتان شعورتان ماشاءالله کارشناسیتان در زبان نکنین گل نظر نشین اشغال دانی را خوشنیده باشین بله چی را میگه کسافت دانی جیبه میگه خورجین هم میگه کلمه که براتون انتخاب کردیم او اشغالدانی نیست اشغال کله است کله که هیچ مغز نداشته باشه ما دیگه جل از آن بکشیم کله که هیچ مغز نداشته باشه میره اشغال کله میگه یه چی بسی بیفایده بله دیگه اشغال هست یعنی دکه نیست اشغال کدو اینو مالا ما کلش کتا باشه اشغال کدو ساخته ناخته سعی کنیم ما براتون بساط معنی خوبشه اشغال کله اشخاص امو اشخاص را فکر میکنم میگن که در بین دو قوم و دو مذهب تبعیض میپرده و نفاق میپرده امور آشغال کلا آشغال مندازه گویا نه او را چی کنه اصلا کلی دو آشغال پر نیست کلی دو کس آشغال پر است که گپ از او را باور میکنه به نظر من آفرین آفرین کلی دو آشغال پر است آشغال کلا باید به نظر من او را بگه من میگم آشغال کلا می جیبم میگه جیبم به این خاطر میگه که کلا چرا باشه کلا یا نکنم چی دلار میندازنی خب بابا گه که کمی کمی که داره اشغال کلا جیب میگه که میندازه نی میکشه میکشه حالا میندازه اشغال کلا میگه او آدم
ایت یک خراب آدم است، یک قزن داره. کی؟ حالتر چی بزن از اون؟ همون موی کشان. حال دزن از اون چی کار داری؟ باشتو، من برای دلیل میکنم. نهو هرده کنم، من عکس نشان بده. بچه 70 ساله، بچه. و دختر مثلا 15 ساله. اونو ما عکس بابا که نشان دادی خود به خود بابلا جواب داد. عکس خودگوری است. عکس خودگوری است. برای تست کامپیوتر دیگه کمی مجبور دخترای خود که ندادنم قیمت کسایی که قیمت نخ میمونه از همین یک بندلک شده می سر جیبونم سرشون بالا. تو یعنی شب 12 لک باشه بعد آره تو یانم شاید به همین چی باشه دیگه دلار دلار باز بال کلاس رو باز بال کلا نمیکنه کم نمیشه ورا نمیشه باز دخترا بین خود میگه مرا ده دلار فروخت میگه اصلا میگه افغانی بود میگه باز اینا بین خود جنجال میکنن نه سوز میگه گویی که دلار گرفته گویا مرتبتش بالا ها باز شاوریم خارجی باشه مگه نه شاورش باید خارجی باشه پس به این فیصله سین کسی که رشوت میگیره تنها آشغال کلنی آشغال جیب هم است آشغال کلن آشغال هم میبره در خانه هم بازدگاه میخورن آشغال کلن آشغال خور شد آشغال خورا و در فامیل خود داره آشغال کلن البته تعبیر بد هم داره تعبیر خوب هم داره تعبیر بد شیست که آدم های لوده و دیوانه و این چیزهایی که گپ نمیفهمن او رو مستان یکی آشغال کلن اما آشغال کلن یک امو دالر هم میگه که امو در خارج جا دخترها لقمند است که برن نه باز داماد این نه دخترها نیستی همین ساعت دارم تو باز یک پیرکی 70 ساله شوارش میبره پسان در سر کله خود میزنه خود چی کنه که میگه آشغال کله نازم ما به این یقی دست رو سای کنین این پیسه نگه چه که دنیا سیس اونم بابگه خودش اصل آشغال کله است که آشغال کلا آدمای نمیگنم آدمای جنجالی که در خانه کت زن خود کت اولاد خود جور نمید در هر گپ سر و صدایش که میبره اونو آدمای بی حوصله را اونو مر آشغال کلا میگه شما چی نقم یک آدم هستین در خانه ما بسیار آدمای با حوصله هستیم صد گپ بزن یک گپ از از زمین صدا میبره از ما صدا نمیبره آشغال کلام و نفرای قول مقالی رو میگه که مردم ازش میترسه از صدایش بخیر او شیشک نیست آشغال کلام آدم هایی میگه که بالای سرش آش گرفته بگردن انسان هایی که مفکوریش مفکوری غلط داشته باشه انسان هایی که مفکوری غلط داشته باشه اونا رو میگن آشغال کلام چون در کلی دنها بجز مفکوری غلط و غیر از کلش آش دیگه چیز نیست آشغال دیگه چیز نیست غیر از کله در مغزش آش دیگه چیز نیست که در سرش یک دونه منجله است یا شور نخود فروش باز و دیگه که خودم میمانه اونم او رو آشغال کلام میگه نه اون رو آشغال کلام چرا بگه اون رو آشغال نمیگه او منجله را که در سر خود میمانم نه منجیله سو منجیله داریش منجیله بله یک منجیله یه مو ثبت شک نان اک سجبر سازموش گپ میزنه یک من اولوالا کلیت می بردم و تن دوز روز جمعه در خانهشان جنگ بود که خانم جنگ کرد و کلیم جنگلی ها دیم فرق از این موندت که بمند به دباره از غال مصرف ما کم است آشغال کلا آدم هایی که مویوش که پوچ شاید هم تیگ آدم بگیرم کم مغز هم میگه نی؟ آشغال کلا مو یک طبقه کسای دیگر هم میگه که از آرایشگاه نو مبرایی نمیتی جا باز رفت نظم مراد راست میگه جو تیار میگه کلید را آشغال نیتا زد چشما یه نه سرک چل دتری میدان هوایی رو خط کشی کدگی یکی دیگه آشغال کلا مویای نفر که رسیدگی باشد در نظافت در نظافت خود سعی نکنه مویاش رسیدگی دست دست یه سالا یک دفعه سلمونی که نمیره ما آدم ها را آشغال کلم نه لیاس شکل ببخشین سکن دوستا آشغال یکان ساده که او طرف ها مسافرت میرفته باز که میامده این طرف کابل قسم میکنه میگفته اینجا نام من دل آقا بود اونجا منو با خیلی با معرفت آشغال صدا میکردن راستی بسیار قسم تو رسمی از اینجا میره مثلا دل آقا از این طرف 4 روز باید پس به آجی آقا انوش پسر آجی آقا او 4 روز اینجا کار کرده نه همین جمله را همین جمله را یکیش پیداست گوش کن همین جمله را یکیش پیداست آش که اینه آش میخورده نیمه آش غالش چی باشه این توتا کردی کلی برای آش غال باید دبارش ماشین حساب بریم تقسیم کنیم آفرین آش نیخالش هم غال بغال هم میگن نه نه آش که بلد تو بخوری آش دال هم نگاهی آش که دال که پخته کنی
آشغال نمره میگن پیشی مجلد پلخشتی آشی بریده آشغال نمره میگن در پیشی مجلد پلخشتی صد لاک فروخته میشه اونم آشغال از دیگه خواه جنگلی هم سرش مفته آشغال میشه بنام آش مفروشن اصلا هم آشغال نه درست است اما اینجا آشغال کله است دیگه کله تعبیرهایتان کلش درست است هرچی هست سرمی کله است هرچی هست سرمی کله است آشغال کله یک چیز دیگه پیدا آفرین دیدین گوزفندکارا که بیزنس داره چنده پایکای شیره خلا او پرده فروشی گوزفند است 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 او پرده طرف آدم فخنه آه یکان دا دندان جام تلا رو یکان گوزفندی دندان تلایی هم دا بینش می باشه خواه امیره بگوین که چیره میگه آخرین تعبیرها کلش درست است من از این شروع که متوجه شدم چون این کلمه خیلی قشنگ است و ماشاءالله ما شما زیاد هم داریم از غال کلایی کمام نیست ریسشور زنده جان از چی هست؟ نوی جان میگم من نامش پیدا کنیم خب آشغال کلمی آدم های نافام میگه دقیق کارچی بگوی هیچ نمیفهم اون گفت خود گفتار رایی بیمغز نمیگه بله بیمغز نمیگه آدم های سرزوره نه سرزوره نمیگه سرزوره دیگه نمیگه اینجا مغز خالی زدیم آدم های بخاصیت که باموس آدم های دیوانه را میگه سری آش نه دیوانه که کن خوب است سری آش که جنجال کنه نمیگه اونم آدم را آش تو خیرات کی آش پخته کرده بیا نه آش 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 سگ آفغانستان چقدر جالب است دوستای افغانستان مشما چقدر جالب است ما شما حساب میکنید مثلا مثال برتون میتونم یک گروه 10 نفری است 9 نفر از نو روشن فکر است یک نفر از نو آشغال کلا است همین 9 نفر پشت یک نفر میرن ولی که یک نفر قبول میکنه اونم یک نفر دقیقاً آوری اونم نفر بدبختانه مرغ ما یک لینک داره گفتن اون استاد است اونم نفر مرغ ما یک لینک داره گفتن اون استاد است 7 نفر او را فهمونده اما پیش شما اون یک نفر آشغال کلا است یا این نفر اونم یک نفر که این نو نفره که پشت یک نفر فعلا خوی نو نفر از نو نفر از نو نفر از اشغال کله است برنامه که روشن فکرت بود اومد پشت از از نفر اشغال کله است می میره تفاوت باز ده است که اگه او کله اشغال است باز جیب از او پر است مثلا نه جیبش پر است از اون یک شالا ده جیبش است و این نو نفر بیچاره به نحو مجبور هستن که به دنبال از او بره اما اشغال کله دمسایگی ما شما ببخشید حساب بخش دمسایگی ما شما یک مثلا یک گاو اگه بدوشن یک نفر پستان واقعا میگیره 10 نفر گاو تا بالا میکنه 11 نفر هم میدوشه آشغال کله خلاصه هم آدم بی مغز بی فکر بی چی را میگه که دست هیچ کار نمیه اما امکانات بسیار خوب و زیاد هم داره هیچ کار نمیه پس خداوند جامعه ما را از این آشغال کله ها نجات بده و امیدوار هستیم بلکه خیلی مطمئن هستیم ماشاءالله همگی دارای عقل و شعور سیاسی خیلی بالا هستند و به دنبال آشغال کله ها لاقل نمیرن وقفه کوتاهی میگیریم برمیگردیم با بخش های بعدی هفته خواهیم خوش آمدیم به برنامه هفته فام و در آخرین لحظات آخرین سکانس هستیم و آخرین کلمه که برای کارشناس ها و زبانشناس های عزیز ما انتخاب کردیم شوربخت شنیده باشین دیگه نه؟ شوربخت؟ آره پای که اوگار شما باز شوربخت همی آدم هایی که جاست از تولاد می اونم و آدم ها را شوربخت می شوربختی است میگه نه بدبختی و آیتی است بدبختی را شوربخت پای که اوگار شما پختر را باز داخلش نمک برسو بسته میکنه اما کلمه که ما برایتان انتخاب کردیم شوربخت نیست شوربختی هم نیست شوربوم است شوربوم یعنی من کنم تو بوم پخته کرده بود نمک زیاد شده بوم پخته کرده داخل شوربخت برده بزرگ شوربوم بوم چیست؟ بوم اونم یک حیوانی است که از طرف شو میبینه روز دیده نمیتونه چشماش مثل چشمای پشک باری که است شو بینه همو حیوان است که ترکیب یک پرنده و پشک است اونو رو بوم میگه ترکیب ما هم داریم نه باز سرمو پیجیدم شوربوم شوربوم بیادر شور شور از بوم بوم است بوم خب بام آمینا شور بوم همی چی رو میگه خب
شوربوم هم یک چیز میگه ببخشی خال جان، شوربوم هم دیگ شوربا را که بونی بازار کس به یک مشت نمک پرت یک از یکی دیگه خبر نباشه، آخر که بخوری شوربا باشه فهمیدی اونم رو شوربوم میگه بوم، یعنی که انداخته دیگه بوم، بوم صدای بوم شور کدام بام است که انفجار نمیگه کجا مندی اون رو ماده قرار شرم شور کدام میگه تو نه بام که نمک مندی انفجار کرده بود اونم رو شوربوم شاید بگه در نمک مندی بوده بامی که از نمک ساخته شده شاید اگر زیاد پیشرفت کند که نکنن خداوند نکنه که او از آله از چی خو میسازن چی میگه برش؟ نه امی امونیم نایتریت که میگه کود از کود هم میسازن یا از نمک نسازن میسازن میسازن اینی ریاد دادن والا دفته دیگه سای کنن نه من ریاد دادن یه ابتکار پس مانده بود دفته دیگه مدالی رو به یادش دادن یک بم مثلا دور از جان بمی که برای بار اول از نمک ساخته شد خداوند بم از کشور ما دور داشته باشه و هر نوشه بیای نین شور از نمک باشه خیر کمی بم داری عزیز از نمک بم ساخته نمیشه شوربوم شروع دیگه خور پرده سری گاز پرده گونو که در بسیار گاز بگیرم بام میکنه انفجار کنه بخار انفجار کنه شوربوم هم چی رو میگه آبر تلاف میشه شوربوم هم راکت های پاکستان هم میگه که چند وقت زد باز بومشون و مهوایی است که تامت بمبارد کنه به این نگاه که میاد سر کنه شیرهای ما شما در سرحد است چشمشان پاره میکنه این طرف بیان اما باز کی و شور است شیرهای ما شما شیرهای ما شما تازه آماده باشی گرفته خو تال را اما متاسفانه یک پتاقی هم ننداخته شیرهای ما و شما را تو دست پایش بسته کرده گل شکار کس نه ایمانه نه وحشتناک است دیگه نه خوب است که به نظر من خو عکس العمل نشان نتن برای ازی که حال باز کی او را جمع کنه کی بتانه دی حالاتی که ما اشغال کلا زیاد تا دیتی جمع کنه که هیچ خبر نیست اشغال کلا شوربوم شوربوم ترش مگه چی نه؟ شور ترش میگه خواهی جدا بگه شور ترش میگه دیگه بوم شور یک چیزی نمکی را میگه ترش میگه ترش میگه ترش میگه سرکه خواهی نیست خواه دیگه یک جمله باشه ما شما پیدا میگنم اگه شور باشه ما ترش میگه میگه بوم پیدا میگه من حتی میگنم خودتی طرف میگی تو میگم بودم مامور ایت نمی بینم ما چه میگه سونیا قالب شیری خود قشور میگه بسیار خوب است ورزش میکنی اگه من اسم بنویسم همین لوگان بازی ورزش خوب است دبای قالب جان این سونیا قالب شیری خود قشور میگه تو قالب شیری شور بوم نمی بینم میگم شور بوم شور میخوره اما دوم مندازه دی نمک میخوره نمک مندازن اونم قالب شیریخ هم اگه قالب شیریخ آفرین شور بود اگه پیشتر هم میگفت مادر بابا اینا چی میگه کدی نه او دست همانگان شاید بگوی مگم پیشتر این کجاوه چی میخوان؟ کجاوه یک وای دیگه را اضافه کرد من فرسان میگم میگه در پشتو یک مطلع سرکوانه میگه چی را میگم هر چور زدم ایران موندم در کجا دیدی میگه نه او سرکون است سرکون خانده به کجاوه را پیشتا یک دیگه میگه کجاوه خودش هم خودش هم یک دکان یک نوشته بود زرگری را زورگری خانده وطندوست هم هم غیرت غرد خانده اینجینری را اینجینری خوانده بود یک بچه نو از صنف 12 فارغ شده بود رفته بود که در سر یک هتل نوشته از کباب کرایی و کفته فهمیدی بازی میتره اینجا میخوره پس که میبره میگه به مرا پیسه را میگه خود در سر چیز تابلوید نوشته کردی مفته میگه دیوانگی نکو خود جنجال میکنه یک ملاقه میزنه میبره صبحش بعد کل هم صنفی خود میاره میگه بین کن اونجا نان مفت میته میایه بعد 10-20 نفره بعد قطار میای نان میخورن باز که میبرای مرا پایسه را میگه پایسه چه خوره نوشته کدی مفتد بگی یک ملاقه تا بزن که مفتد اونا شوربوم کرده بود ولی هم مسئله سمنگانی سه بمونه خمده ولی بریم سر هسته بوم کی بوم چی شوربوم شوربوم شور خود ترشه میگه اونا پیدا کنید شور کنم شورزا را بگویم شورزا میگه شوربوم شورزا را میگه به این جایی که شوره باشه زمین به حاصل میگه شورزا را میگه و بسیار زیاد ادبی ترش کویر میگه اونجا که ترک میخوره زمین شما دیدین آب پایین میره تو که میبرای سفید مثل نمک وری بازه جا حاصل هم نمیتر بوم مثل که گفته مرز و بوم بوم به معنی زمین میایه و شور بوم شورزار زمین به حاصل در اونجا کشت نشه
درست مثل مغز آدم ابله واره که هرچی به او بگویی چیزی در او کش نشه. آشغال کلا باشه. آشغال کلا باشه. از چیز حاصل گرفته نتانیم. هیچ چیزی از اون نه، از توی چیزی گرفته نتانه. هرچی بگویی کلا آشغال است و هیچ چیزی را هم گرفته نمیتانه. خب به این نتیجه رسیدیم که شور ترشا میگن. بسیار زیاد تشکر کارشناس های عزیز، کلمات بسیار جالبه، تحلیل های بسیار خوبه. را لبوری تو کشال نگی خیر است. سر امامالی یکان دو سر امامالی هم میاید. بسیار زیاد تشکر از شما بینندگان عزیز که برنامه هفته هفته فام ما را تا آخر دنبال کردین. امیدوار هستیم خوشتان آمده باشه و هرگاه حرف جالبه، کلمه جالبه، راه و رسم و بعضی از فرهنگ های جالبه که در منطقه هایتان است و هر آن چیزی که به نظرتان خیلی قشنگ آمد، با آدرس aftafam@onetvmedia.com با ما روان کنین. تا این آدرس واضح است که امیال روی صفحه تلویزیونتان آمده. امیدوار هستیم هر آن چیزی خوشتان آمد و یا اتفاقا خوشتان نامد و میخواستین در موردش کارشناس های عزیز ما ابراز نظر بکنن، لطفا به همین آدرس با ما ارسال کنین. تا تقدیم برنامه همه عزیزای خدا به خداوند میسپارم. الله حافظ.